بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين طارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين حبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام. این گونه حوادث فوق العاده و دارای ابعاد و جهات بسیار متنوع و عمیق، اگر در طول تاریخ به وسیله صاحب نظران هر برهه و هر فترت و دورانی درست تفسیر می شد، اثرش در پیش برد انسان و انسانیت بسیار عالی بود. اگر به شما بگویند یکی از عوامل ورشکست ما انسان ها در علوم انسانی و در شناخت عامل محرک تاریخ این است که ما از جلو حوادث فوق العاده مهم خیلی ساده می گذریم. ما انسان ها آسانگراییم. صاحب نظران گذشته ما با یه عینک معینی حوادث را تفسیر کرده اند، در صورتی که این حوادث احتیاج و نیاز مبرم داشته است به تحقیقات و تأملات عمیق. یک بحث مختصری که الان عرض می‌کنم، در دوران آل امیه و بنی عباس جبرگرایی زیاد رواج پیدا کرده. جبر از اوست، هر چه هست از اوست. توجه نکردن بعضی از متکلمان و فیلسوفان به این نکته که این چرا اینقدر شروع پیدا کرد. آخر باید بفهمیم فقط در مقابل امامیه بود و معتزله که اینها از اختیار دفاع می کردن و دفاعشون هم بسیار جدی بود، ولی اکثریت که با اشاعره و مخصوصا با اشاعره بود از جبر زیاد دفاع شده. خب آیا این یک مسئله فوق العاده حیاتی نیست که ما روش کار کنیم، ببینیم جریان چیه؟ زمان پیغمبر از این جبرگرایی خبر نبود. زمان اون سه نفر صحابه و بعد زمان علی بن ابی طالب نبود. جسته گریخته انسان‌هایی به ذهنشون می آمد، مانند این که وقتی امیرالمومنین از جنگ صفین برگشتند یا از جنگ جمل پیروز شدند، اونجا یک پیرمردی بلند شد گفت یا امیرالمومنین، این که ما رفتیم در این جهاد پیروز شدیم با قضا و قدر خداوندی بود یا اختیار ما در کار بود؟ حضرت فرمود اختیار ما در کار بود، قضا و قدر خداوندی باعث جبر نمی شود. این طور سوالات گسیخته دیده میشه. مکتب نیست که بیاییم در تمام جوامع اسلامی در حوزه های علمی ببینیم اکثرا این از کجاست. استدلال ها رو میبینیم، استدلال ها مال اون مغزهای بزرگ نیست. این فقط مستند به این نیست که ما
مثلا قانون علیت داریم، قانون علیت حکم جبری میکنه. البته امروز الان مورد این بحث نیست، اگر بود یه مقدار صحبت میکردیم، موقعش نیست. یا اراده خداوندی خواسته است که چنین کار صورت بگیرد، زشت یا زیبا. از این استدلال های بی اساس مکتب در نمیاد، مکتبی که بیاد حاکم بشه به جوامع بزرگ اون روز. دقت بفرمایید که ریشه بسیار مهمی از این حوادث گرفته. خب حسین را کشتید، بله؟ بله. که خب دیگه اراده خداوندی بود. علی ابن ابی طالب را به زمین زدید، با اینکه برای بشریت بعد از پیغمبر چنین انسان دلسوزی نبود، واقعا او را از بین بردید. بله خب دیگه، چون که اراده خداوندی چنین بود. کدام اراده؟ چه اراده؟ این چه استدلالیه؟ سه بار ابن زیاد به جبر استناد کرد، گفت این کیس، اشاره کرد به حضرت سجاد، گفتن این علی ابن حسینه. گفت مگر علی ابن حسین را خدا نکشت؟ حضرت زینب فرمود که برادری داشتم نامش علی ابن حسین، مردم کشتن. قتله الناس، قتله الله یعنی چه؟ ببینید در فرهنگ اسلام چه گذشته، پس در فرهنگ بشریت چه گذشته. و سه بار در کلمات ایشون، در کلمات این مرد خبیث، این فرزند مرجانه، استدلال آقا فیلسوف شده، آقا با سواد شده، میخواهد توجیه کند. پروردگارا آدمی در اون موقعی که میخواهد موقعیت وقیح خود را توجیه کند، چه قیافه زشتی داره؟ توجیه نکن، کار شده دیگه. یک نه غلط کردم که مسئله را حل میکنه. چرا اینقدر استادگی؟ چرا اینقدر قیافه حق به جانب میگیرن این اولاد آدم؟ توجیه میکند قضیه حسین را، توجیه میکند. سقوط اینقدر، سقوط این اندازه نشده. و اصل قضیه یه طرف که خودش تحلیل میخواد و تحلیل دارد و جریانیست، یکیش هم این که برای این که وضع خودش را توجیه کنه آمده میخواد درستش کنه قضیه را. آقا درست بشه نیست، درست به شو نیست. تو جنایتکاری و قاتل و تو صدمه زدی به تمام ارزش‌های انسانی. نه اشتباه کردم، اشتباه، صدمه به ارزش‌های انسانی نزد، صدمه به حمایتگران ارزش‌های انسانی زد. بشر کوچکتر از آن است که دستش به ارزش‌های انسانی برسه. عدالت عدالته، تو می توانی بشکنی عدالت را؟ عدل اون عدل است و فضل اون فضل هم، لیک مستبدل شد این قرن و امم، قرنها بر قرنها رفت ای همام، این معانی بر قرار و بر دوام، شد مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر بر قرار. بشر وقتی که میخواد فکر کنه که میتواند ارزش را ساقط کنه، دیگر در اونجا به سقوط نهایی رسیده، به زانو در آمده در مقابل تخیلات و هوا و هوسهای خود، کوچکتر از آن است که انسان بیاید و بگوید آزادی برای بشر مربوط به این است که من صلاح ببینم،
نه خیر، آزادی مسئولانه تو جوهر حیات است. بپسند یا نپسند، آزادی مسئولانه، نه بی بند و باری. این کلمه مسئولانه را مقیدن عرض کردم، تعمدن و هدف دار عرض کردم. آزادی مسئولانه در جان انسان هاست. حیات آدمی بدون احساس آزادی معقول، بگذارید معقول هم میشه ور بده، یعنی مسئول کرد کردم، چون این باردار حقوقیه، معقول جنبه فلسفیش بیشتره و اون چی که در جامعه میشه مطرح کرد اون مسئولانه بیشتر جا میفته. آزادی مسئولانه، شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید بگید زیبایی را من میتوانم بشکنم به این که خدا کرده است؟ چی را خدا کرده؟ شما به خدا وظیفه تعیین میکنید؟ قتله الله علی بن حسین، مگر فرزند حسین را خدا نکشت روز عاشورا؟ حضرت زینب سلام الله علیها با کمال جرأت گفت بله، برادری داشتم علی بن حسین، او را مردم کشتن. بل قتله الناس. عبارت را خوب است که چند تا عبارت اونها را بخونیم. خوبه، قتله الله. الله اکبر. پشترش تراژدی گذاشته، بشر اومده به اینجا رسیده، میگه ترقی در دست. منطق رو ببین، با این منطق چیکار کرده؟ در مورد دوم، در مورد دوم باز این حرف رو تکرار کرده. آیا واقعا خودش را میخواست مسخره کنه؟ آیا میخواست بباورانه؟ واقعا خودشون به گفته خودشون اطمینان داشتن؟ گفت مگر خدا علی بن حسین را نکشت؟ از خود حضرت سجاد پرسید. حضرت سجاد فرمود من برادری داشتم اسمش علی اکبر بود، مردم او را کشتن. در مورد قبلی زید ابن ارقم، وقتی که باید درس خون، من عقیدم است که اگر ما در کلاس حسین رفوزه بشویم، من یام نمکنم این اسلام ما واقعا اساس داشته باشه، یه خود عمیق بریم جلو. زید ابن ارقم وقتی که دید این خبیث به لبها و دندانهای امام حسین علیه السلام چوب میزنه، این تاریخش هم خیلی معتبره، این خیلی ناراحت شد و گفت که چوب نزن، من به طور فراوان دیدم که پیامبر این لبها و دندان را بوسیده است. ابن زیاد گفت خدا چشمهایت را بگریاند، آیا به اون پیروزی که خدا به ما داده است گریه میکنی؟ اون پیروزی که خدا به ما داده است. فلسفه دوران آل امیه، فلسفه دوران آل عباس، همه هم که اون قدرت ذهنی را ندارن که بگه صبر کن ببینم چی چی خدا خوش. خدا خوش یعنی چه؟ این چه منطقی است؟ این یک. ابن زیاد رو به اسیران اهل بیت پیامبر کرده گفت الحمدلله الذی فضحكم و قتلكم و اکذب احدوثتكم، حمد مر خدا را که شما را پست کرد و شما را کشت و این حادثه را که پیش آورده بودی تکذیب کرد. حضرت زینب سلام الله علیها با کمال شجاعت و فوراً بلافاصله فرمود حمد مر خدای را که ما را به وسیله پیامبرش محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تکریم فرمود و ما را از پلیدی ها تطهیر فرمود. اشاره به آیه شریفه
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا. جز این نیست که پستی و رسوایی از آن مردم فاسق است و اون ما نیستیم و ما اون مردم نیستیم و دروغگویی کار اشخاص فاجر است و اون ما نیستیم. سه، کار خدا را، ابن زیاد گفت کار خدا را درباره خاندانتون چگونه دیدید؟ کار خدا را واقعا خدا یادا قانع هم می شدن به این حرف ها چی می زدن؟ آقا جان، شهوت، خودکامگی، مقام پرستی میاره آدمو کور میکنه. آفتاب را میبینه میره تاریکه، میکنه ها، اینا میکنه، دارید میبینید. یعنی اینقدر انسان عقلشا، اندیششا، بینایش از دست بده، بگه که کار را کرده، بگه خدا کرده. وجدانت کجا رفته؟ عقلت کجا رفته؟ شهود و حواست به کجا رفته؟ چرا بعد اون پیمان رو با عمر بن سعد ندادی؟ چون معروف است که وقتی عمر بن سعد برگشت گفت خب شما به من اون پیمان رو بدهید که من به امر شما رفتم با حسین گلابی شدم با او را کشتم. گفت من بدم؟ بده و بنویس خدا شه کشت حسین را به وسیله من و عمر بن سعد. بده، نداد. گفت به تو نامه بدهم، بری به مردم بگی حسین را من کشتم، سببش من بودم. اگر تو اینطور جبرگرایی، تو اگر اینقدر مغزت میرسه، بنویس اون نامه را، بگو بعد من تعهد کردم، البته تعهد منم از خدا بود، من بگو این وعده را دادم، من کردم، منها معناشن الله، خدا این کار را کرده. خب بنویس، چرا نمی نویسی؟ کار خدا را بار دیگر گفت، کار خدا را درباره خاندان امجرد کردم، درباره خاندانتون چگونه دیدید؟ حضرت زینب سلام داله ها فرمود خداوند برای آنان شهادت را مقرر فرموده بود. آنان به خوابگاه های ابدی خود شتافتند و خداوند به زودی تو را با آنان برای داوری نهایی یک جا جمع خواهد کرد. اون موقع خواهید فهمید که کی اونها را کشته است. چهارم، ابن زیاد به امام سجاد علیه السلام رو کرد و گفت تو کیستی؟ حضرت فرمود من علی ابن حسین هستم. ابن زیاد اون سؤال را کرد که اول از کردم اون مطلب را گفت، مگر خدا علی ابن حسین را نکشت؟ حضرت سجاد فرمود من برادری داشتم اسمش علی اکبر بود، مردم او را کشتن. ابن زیاد گفت نه خیر، خدا او را کشت. حضرت فرمود مقدمات هرچه باشد رو اختیاره، اما موقع اینکه روح از جسم گرفته شود، خدا ناظر اون روح هست که به طرف او میخواد برود. الله یتوفى الانفس حین موتها. بلی، گیرنده روح خداست، اما اونی که قفس قار بد را شکافته کیه؟ بلی، اگر قفس قالب و بدن شکافته شود، گیرنده روح خداست به وسیله عزرائیل، اما چه کسی این کار کرده است؟ خوب توجه فرمودید که در فرهنگ اسلامی یک مقدار این مسئله جبرگرایی از کجا بوده است. همون گونه که اگر جنبه الهی نداشته باشد یا حداقل ادعای الهی نبودن نکند، میچسبه به قانون علیت، محیط، ژن، جغرافیا. درسته، اگر اینها باعث علت تام است که تو چنان باشی، ما هم یک حرفی نداریم و خدا هم با تو حرفی نداره. یعنی اگر این علل و اگر این عوامل دست به هم بدهد و تو را جبرن چنان بسازد که شخصیت تو توانایی این را نداشته باشد که الف به من الف را میگیرم میرم،
چون الف به خیر من، الف به کمال من. اگر این طور محاصره شده ای ما عرضی به شما نداریم، بفرمایید. اما چنینه؟ آیا این استدلال ها میتواند توجیه کند تباهی سرمایه عمر آدمی را؟ آیا میتواند؟ بفرمایید. مانعی نیست. اشخاص زیادی در این مسئله زیاد تأخیر میکنند، پرونده عملی این قضیه را تمامش نمی کنند، پرونده علمیش بازه. آقا جان از حالا تا قیامت 100 تا دانشگاه برای بحث جبر اختیار باز کنید، اشکال نداره. از 100 تا دانشگاه که بشینید ببینیم اولاد آدم چه مقدار اختیار داره، چه مقدار جبر داره، چه مقدار اضطرار داره، چه مقدار کار خودش هست، چه مقدار مال خداست، چه مقدار مال محیطه. برای آنالیز، برای عوامل تحلیلیش کار کنید، نه یک سال دو سال، تا اون موقعی که آفتاب می درخشد. اما عملی آدمی نباید خود را فریب بدهد. شما من عرضم اینه در این باره، این پرونده عملی شما من گام کنم اینطور باید تکمیل کرد. شما اولاد آدم اگر فهمیدید که قرار گرفتن در انگیزگی اصول ارزشی، این بهتر از این است که انسان قرار بگیرد تحت تأثیر انگیزش های خودخواهی، خودکامگی، شهوت و واوز، اینا فهمیدی یا نه؟ این سؤال منه آقای انسان. اگر این را نفهمیدی، باز عرض کردم ما هیچ حرفی نداریم باشون، بفرمایید هر کجا میخواهید برید برید. اما اگر این را فهمیدی که قرار گرفتن تحت انگیزش های ارزشی بهتر است از قرار گرفتن تحت تأثیر خودخواهی ها، نشد؟ بعد از چنین معرفت، بعد از چنین علمی که به دست آمد، در خودتون اگر وجدانن احساس کردید که از این موقعیت بگو جبری که برای تو پیش آمده قدرت داری که یه قدم بری و زیر انگیزش های ارزشی کار کنی، بفرمایید و از این شما بذارید جبر، هیچ اشکال نداره. مگر ما عاشق کلمه اختیاریم؟ مگر ما از کلمه جبر میخواییم مثلا بعدمون میاد؟ بحثی کلمه که نیست که. آیا برای شما این معرفت دست داده است که انگیزش ها نباید همش خودخواهی باشه، انگیزش ها نباید همش پول باشه، ثروت باشه، انگیزش ها نباید مسئله مقام پرستی و شهرت پرستی و محبوبیت پرستی باشه؟ اگر این اثبات شده و انسان تحت انگیزه های والاتر میتواند کار را انجام بدهد، بعد رجوع کنیم به خودمون ببینیم آیا ما این توانایی را در خودمون داریم که قدمی را که از این موقعیتی که شما بگوید جبر آورده ها بردارم، قدم را بذارم به موقعیت که تحت انگیزش عظمت ها و ارزش ها باشه. بعد بگویید که شما بگویید اسمش جبره، اگر اون انگیزه نبود من قدم برداشتم تمام شد، بردارید میشه بذارید جبر، اگر توانایی احساس میکنید، اگرم توانایی احساس نمیکنید باشه. هر حرکتی که برای تو تحمیل می شود انجام بده، ولی این نیست. حادثه‌ای به این عظمت را بشینیم که خدا کرد این کار را، اون همه پشیمانی ها یعنی چه؟ اون همه عکس العمل ها چه شد؟ اون همه ندامت ها که حتی در بعضی از تواریخ هست که خود یزید بعد از اون که فرو نشست موجه های طغیانگر خودخواهیش، یه لحظاتی نسیم میاد، چی بود؟ چه کردی؟ این نسیمیست. وقتی که نسیم آمد گفت ای کاش من با حسین اینطور مدارا نمی کردم، خدا روی ابن زیاد را سیاه کند. سبد الله وجه عبید الله ابن زیاد، من به این کم از این کمترم قناعت می کردم. یه نسیمکی زده به مغزش. چرا سبد الله وجه عبید الله ابن زیاد؟ چرا سبد الله وجه ابن مرجانه؟
چرا؟ به چه دلیل؟ شما چطور از مکتب جبر عقب موندی جناب یزید معاویه؟ چطور شد؟ در موقعش هم اگر بخواهد خودخواهی خودش را اشباع کند به جبر متمسک میشه. غالبا اشخاصی که شخصیت را نمیشناسن و ابدیت رنگش برای اونها ماته غالبا ارجو تبایلات جبری دارن. البته ما نمیخوایم بگیم همه کارها جبریه، اختیاریه. شش قسم دیگه وقتش نیست، شش قسم شما کار دارید. بازتابه که بهش میگیم انفعالی و رفلکس، عادی، کارهای عادی که کارگرانی که مستمرن در یک کار عادت میکنن کار انجام میدن، مثلا چکش میزنه هی همینطور. کارهای انفعالی که عرض کردم، کارهای اکراهی، کارهای اضطراری، اجباری، یک قسمش اختیاری. اون یک قسمش جوهر وجوده، با اون نباید شکل کرد. اونم موقعی است که وسایل آماده است، قدرت وجود داره، درک شده و موانع طبیعی در جلو نیست و شما احساس میکنید که قدم بعدی را میتوانید بردارید و میتوانید بردارید و شما تحریک میشوید و تأکید میکنید، اختیار میکنید طرف الف را که رو به خیر مسئولیت ها، شخصیت ها برزا بی خود نبود که بعضی از این انسان سوزهای مغرب زمین گفتن بیایید این پشیمانی را از قاموس بشری برداریم. مسئله فضیلت، تقوا، اینها دنبال اونها میره. بالاترین دلیل انسان این است که وقتی کار معصیت را انجام داد، خلافی مرتکب شد و جنایتی کرد، بعدش پشیمان میشه. این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است. ای سنم یک مثال دلپی فرقی بیار، تا بدانی جبر را از اختیار. دست کن لرزان بود از ارتعاش، این یک لرزه کن که دستی را تو جنبانی زیجاش. بلی هر دو جنبش آفریده حق شناس، لیک نتوان کرد این با اون قیاس. اگر دست مرتعش بخوره به یک چیز قیمتی بیفته بشکنه پشیمان نمیشه، اما اگر شیشه را مشتش آزاد عمدن یک چیز پرقیمتی شکست یا دستش بریده شد، خواهد گفت چه غلطی کردم من. این را نگیرید از قاموس بشر، این خودش مسته، بیش از این مستش نکنیم، دستش دلیل ندهیم بر بی بدبختی ها و جنایتکاری هایش. توجه فرمودید؟ یک تحلیل مختصر در داستان حسین که چرا در زمان آل امیه و آل عباس جبری آقایان همه ماشاءالله فیلسوف شده بودن، اونم فیلسوف جبری، به جدی خب قطعی بود که این سوالات پیش میمده. ها علی عبیتال را چرا از کارش زدید کنان؟ چه شده علی عبیتال؟ میخواییم سوال کنیم این وضع فرزند نبی طالب چه شد؟ بله آقا خدا خواست که، بله چون که خدا خواست، چون خدا میدانست که، بله خدایا پروردگارا در اون موقعیت هایی که ما رو به تباهی میرویم ما را آگاه بفرما. وقتی احساس کردیم که رو به تباهی میرویم موفق بدار خودمون را توجیه نکنیم، ما را با واقعیات به طور ناب و صاف روبرو بفرما. داستان حسین را به وجود آورده اند، تمام ارزش ها را زیر پا گذاشته اند و میخواهد بگوید که. یه مثالی هم عرض کنم، بله یه جلسه ای بود شاید 20 سال پیش بود، این جلسه علمی بود، بله علمی خالص بود و اینا. یک شب یکی خلاصه میگن قاچاقی آمده بود و اینها، ما هم نگاه کردیم این مال ما نیست، خلاصه این چهره یه چهره ایست که مثلا 1,000,000 اگر آدم با دستور ایشون کشته بشه میشه آمار، اما
آدم کشته شده یعنی چه؟ تو این چشم من نمیبینم. اما چرا؟ آمار آمار بگیرید. 570,000ش اینطور شد، 200,000 آمار میگیرم. نه اینکه یک جان است و تراژدیست، یک دونش، یک دونش تراژدیست. آقا وارد شد به بس یا حضرت عباس تو را به چه به بس آقا جان، بذار ما کارمون انجام بدیم. و من به اون نگاه میکردم، او به من نگاه میکرد. رفقا مرحوم دکتر حسابی عمود رحمت الله تعالی علیه، هی به هم نگه نگاه میکردیم چی دمه شده این جلسه ما جلسه. به هر حال نشست، پروی من نشست. هر شود که گفت اون صابخونه، گفت که بله آقایان آقایان آقایان. بعد گفت که خب پس از آقا یک سوالی بکنیم. گفتم بله بفرمایید. گفت که انسان ها به نظر شما مجبورن یا اختیار دارن؟ تو دلم گفتم که البته آشکار نگفتم، از نظر شما ها غلط کردیم که ما بگیم اختیار داریم. از نظر شما ها ولی اختیار داریم. البته تو دلم گفتم ها، گفتم بله بشر اختیار داره. گفت احساسیست، من این عباراتیشون رو این جریان جلسه رو عرض میکنم. گفت یه احساسیه، حالا خوب است که ما معرفی شدیم ولی او را ما معرفی نکردن. این لطف خدا بود که مجبور بشیم مثلا یه خورده همچین چیز و اینها. یعنی ما توانستیم با حال طلبگی و حال هجوم علمی وارد میدون بشیم. گفتم مقصود شما از احساس یعنی چه؟ یعنی خیالات؟ گفت بله. گفتم خیالات تاریخ بشر را نمیتونه اینجور پر کنه. خیال یه روز میشه، خیال دو روز میشه، تخیل درباره یه موضوع، تخیل یک نفر، ده نفر، تمام تاریخ دارن احساس اختیار میکنن. اینا من گفتم. این شروع کرد 5-6 نفر اسم برد از متفکران غربی، اینها جبری هم مثل اسپینوزا و اینها. گفتم والا شما اگر میخواید با مانور اثبات کنید اجازه بدید. ما هم شروع کردیم یه 20 تا هم گفتیم. با مانور که مسئله تمام نمیشه که، بحث علمی داریم میکنیم. گفتم من به شما عرض میکنم که جبرگرایی مطلق از کجا ناشی میشه. حالا دوستانم دارن گوش میدن دقیقا. گفتم که یک انگیزه علمی داریم، بحث های علمی هست، جای تردید نیست، مخصوصا بحث علیت و اینها. در باره جبر خیلی طوفانی داریم. یک ایده دیگر هست، یک عمر مشغول جنایت می شود. حالا دقیقا من نمیشناختم چیز، مشغول خیانت می شود، مشغول معصیت می شود. یواش چون پیرم شده، یواش یواش که دوران پیری رسید و دیوار زندگی شکاف برداشت و کم کم از روزنه این دیوار ابدیت گفت هستم، آقا میخواهد سرگذشته شا چیکارش کنه؟ معصیت، خطا. پس چه بهتر بیا فیلسوف باش، بهترین به جای اینکه برگردد جبران کند، به جای اینکه برگردد اگر حق الناس از ادا کند، حق الله از توبه کند. اینجا اون موقع جاهلیت ما بود که سیگار میکشیدیم. من سیگار گرفتم چون یه بحث به اینجا رسید خسته شدم، من سیگار رو میخواستم روشن کنم، این کبریت کشید یادم از دستش جوری میلرزید و کبریت گرفت، من سیگار روشن کردم. دوران جاهلیت بود ها، جاهلیت اولا، الان دوره جاهلیت ثانیه ماست. اون جاهلیت اولا بود که سیگار هم میکشیدیم. آقا این خیره شد به زمین، خدا شاید همین، من خیال کردم این فرش را میخواد با چشمش سوراخ کنه. خیلی ضربه خورد، همینجوری رفت و اینها. گفتم من بهتر این است که این نمیشه. من از درونم احساس میکنم بعد از 90 سال اگر قتلی را من مرتکب شدم در 15 سالگی از دست عدالت و داد و داد گستری و داد پروری فرار کردم 90 سال، بعد از 90 سال اینجای من را میگیرم میگن قاتل، چنان که خود من به خودم میگم منم قاتل این شخص. و بحث حرکت، تحول، بلا من دوبار به یک رودخانه وارد نشدم، این برای فلسفه های تجریدی آبسطره خوبه، نه برای حقیقت. قاتلی
عذر داری بفرمایید و الا ما محاکمت میکنیم. آخ آقا 90 سال روزه بر همین بحث ما هم سر همینه که 90 سال گذشته بل آقا 90 بارم فرض کنیم دیگه از نظر پزشکیش آیان متخصصین ما میدونن چه مقدار این سلول ها چقدر عوض شده، ولی یک حقیقت ثابت در تو هست که دارد حمل میکند اون صفت قاتلیت را، چه بهتر که ما جبران کنیم به جای اینکه برای خودمون توجیهی به وجود بیاوریم. خدایا پروردگارا برای ما یه بینایی حقیقی عنایت بفرما. داستان کربلا را با اون وضع بسیار ناگوار به وجود آوردند و میخواهد این بار را از دوش خود بیندازد، این بگردن و اون بگردن و او. بعد هم اگر دیدن هیچ از قبول نمیکنه بگن خدا این کار کرده است، خداوند ظلم میکند. ان الله لا یظلم مثقال ذره، خداوند مثقال ذره ای ستم روا نمیدارد. به هر حال این هم در نظر آیان باشه که و در تحلیل تاریخ حسین بن علی علیه السلام فراموش نشه این جریان چه نتایجی بعدن گذاشت در تاریخ. البته همیشه اختیاریون مقدم بودن، اینا به شما هم عهد میکنم، چون دلایل اینها قوی بود دلایل اونها نتوست کار انجام بده در تاریخ، ولی میتوانست حداقل یه سکوتی بیاره. آقا یوزل و منیشا و یهدی منیشا، در صورت که تفسیر داره این آیه، مشیت خدا بله بله، اما در زمینه کاری که من خواستم مشیت خداوند این کار خواسته. یه مثال عرض میکنم برای جوانترهامون حواسشون جمع بشه، من اگر ماده محرق بیاندازم روی این قالی، قالی هم که خشکه، این خواهد سوخت، قانون طبیعت اینه. این مشیت خداوند در هستی اینه که اگر آتش خورد به یه جای خشک بسوزه، این قانون الهیست، درست؟ اما چی گفته بود؟ کبریت بینداز اینجا، تو چه میدانست کبریت میسوزانه؟ مشیت خدا این نیست که کبریت بینداز رو قالی، مشیت خدا این است که اگر کبریت خورد به قالی، قالی بسوزد. اینه و چه جور اشتباهات میکنن. خلاصه پروردگارا شکرها داریم از عشق خدا. عشق چیکار کرده؟ قرن هاست چه انسان هایی ساخته این عشق، عشقی که حسین مجسمه اوست، عشقی که حسین به فاطمه و حسین ابن علی عظمت او را بر ما ثابت کرد، عشقی که هرگز فنا شدنی نیست، هرگز نمیرد، اون که دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما 7-8 ساعت. حسین گفت صبر کنید، صبر، متحمل باشید، قرون اعصار شما در دلهای انسانها رسوخ خواهید کرد. دقایق میگذره، لحظات میگذره، صبرن صبرن یا بنی الکرام، ای انسانزاده ها، امام حسین فرمود ای کرام، ایها الکرام، یا بنی الکرام، یا ابنا الکرام، ای فرزندان انسان‌های بزرگ، یه مقدار صبر کنید، می‌گذرد، بگذارید این درخت برومند اسلام را که ما امروز می‌خواهیم با این خون آبیاری کنیم، بگذارید این درخت ثمرها بده، میوه‌ها بده. من عرض کردم بارها ای کاش آمارگیری می‌کردیم، آمارگیری از اون زمانی که این دسته ها و این جلسات در عالم تشیع زمان آل بویه، آل بویه دو جور میشه خون، آل بویه یا آل بویه، دیالمه فاطمیین، پیش از اونها، پیش از اونها، کاش آمارگیری میشد، میفهمیم که این جلسات چقدر انسان ساخته، چه انسان هایی که آمدن در اینجا ها توبه کردن، چه انسان هایی که اینجا به نورانیت رسیدن، چه انسان هایی که در اینجا آمدند و واقعا پشیمان شدند به جهتی که حسین روح اینها را گرفت و داد به بارگاه خداوندی. ما میاییم میشینیم
کسی آماد نمیگیره که چه شد، هیچ کسی اینا را توجه که نمی کنن، ولی خدا میداند چه جوانها و چه اونها که حتی سالیان عمرشون گذشته است از این جلسات حسینی برخوردار شده اند. خداوندا پروردگارا، تاریکی شب فرا رسید و حالا بالاخره حادثه تلختر از آن است که ماها بتونیم توضیح بدهیم، و ولی نتیجه را در نظر بگیرید، نتیجه چه نتیجه بزرگی شد. و اگر کسی بگوید که این نبض اسلام حرکتش با دست تشیع حسین به حرکت آمد و سایر فرقه ها از این استفاده کردن، این گزاف نگفته، این مبالغه نگفته، میشه این معنا را اثبات کرد. خدایا دست ما را از دامان علی و آل علی و از دامان حسین کوتاه مفرما. خداوندا پروردگارا ما را همیشه در گروه انسانهای عادل قرار بده. خدایا ما را در گروه ستمگاران قرار مده. پروردگارا اگر در این دو سه روز انقلاب روحی بر ما دست داده است، اگر یه حالت ملکوتی دست داده است، خودت این حالت را پایدار بفرما. خدایا این حالت روحانی و این حالات عرفانی را خودت به ثمر برسان. پروردگارا ما را از نعمت محبت آل البیت محروم مفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.